خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید به زوم نیوز امروز. 74مین فستیوال فیلم کن از امروز شروع به کار میکنه و فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی در بخش مسابقه این جشنواره برای نخستین بار به نمایش در میاد. نگاهی به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت در طول دو هفته گذشته نشون میده که شهر گیرنه با 218 مورد مثبت در بین شهرهای قبرس شمالی رتبه اول رو از لحاظ تعداد مبتلایان داره. لفکوشا با 150 مورد مثبت در رتبه دوم، فاماگوستا با 66 مورد مثبت رده سوم، گوزلیورت با 15 مورد مثبت رتبه چهارم، اسکله 10 مورد مثبت رتبه پنجم و لفکه با 8 مورد مثبت در رتبه ششم قرار میگیره. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی افزایش شمار مبتلایان عدم رعایت قوانین مربوط به ماسک و فاصله گذاری اجتماعی است. به دنبال قطعی‌های برق در قبرس شمالی، اداره برق اعلام کرده که اگر تجهیزات الکتریکی کسی به دلیل خطای کیپتک آسیب دیده باشه، میتونن غرامت و هزینه تعمیرات تجهیزات الکتریکی خودشون رو از این اداره دریافت کنند. تیم اداره امور گمرک و مبارزه با قاچاق کالای ترکیه در گذرگاه مرزی این کشور با ایران 462 کیلوگرم هروئین از یک دستگاه تریلی که از ایران وارد این کشور شده بود کشف کردند. ظاهرا قصد داشتند این مواد را از طریق ترکیه به سوئیس منتقل کنند. وزیر بهداشت ترکیه اعلام کرد که نوع دلتا پلاس ویروس کرونا در سه استان مختلف ترکیه مشاهده شده. ایشون همچنین اظهار داشت که ترکیه قصد داره تا روز عید قربان واکسیناسیون 70% جمعیت بالای 18 سال خودش رو حداقل با تزریق دوز اول به اتمام برسونه. 16,080 نفر مبتلایان جدید کرونا در ایران و متاسفانه قربانیان جدید این بیماری طی 24 ساعت گذشته 146 نفر اعلام شده. جواد ظریف یه حرف حساب زد: خودمون خواستیم که اینطور زندگی کنیم. وقتی برقا قطع شد، وقتی بهمون توهین شد، وقتی نخست وزیر عراق تشکر کرد که برق اونجا قطع نشده، وقتی مریضامون تو بیمارستان مردن برای قطعی برق و به جاش چینیا بیت کوین استخراج کردن، نه تنها ککمون نگزید که براش جوک ساختیم. حالا قد علم کردیم و اعتراض میکنیم که آهای دولت، حداقل به جدول خاموشی ها پایبند باشد. قصه‌مون همون قصه دروازه شهر و تعداد سرباز هاست. خیلی ممنون از شما عزیزان که همراهمون هستید. تا دیداری دوباره، شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. دلتون شاد، لبتون خندون.